ببینم حالت بهتر شد؟ سعی کن به قسمت خوبش فکر کنی. حالا دیگه یه بابا داری، کسی که هم خیلی دوستت داره هم باهات بازی میکنه. تو هم خیلی دوستش داری. دوستش داری مگه نه؟ راستش بعضی وقتا تو خیالم فکر میکردم که اون بابام شده، ولی چی؟ یکم سخت جای عمو بهش بگم بابا. نمیدونم وقتی پیشمه چی باید بهش بگم. الان دیگه عثمان، فکرت، مراد میشن عموهای واقعیم، نه؟ خاله اسما میشه مامان بزرگم. آره میشه مامان بزرگت. ببین دیگه یه خانواده بزرگ و پر جمعیت داری، خوب نیست؟ تازه همشونم تو رو خیلی دوست دارن. ای کاش هیچ وقت از هم دیگه دور نمیموندین، ولی در عوض دیگه قراره از این به بعد با هم باشین عزیزم. ممکن بود اصلا همدیگه رو نشناسین، پس قدرشو بدون. مثلا وقتی یه کاری رو انجام میدی و نتیجه نمیگیری، اون موقع بیخیال میشی؟ نه، بازم تلاش میکنی، روش‌های دیگر رو امتحان میکنی. به نظرم اجازه بده بابا تو رو بشناسه، نذار یه فرصت دیگه از دست بره. بهش یه فرصت بده، هم به خودت هم به اونا. بابا تو بشناس. حواست باشه تصمیمی که الان میگیری رو آینده تأثیر میذاره. امیر خب بعدش تو چیه من میشی؟ میشی نامادری من؟ راستش من حتی دیگه نمیتونم معلمت بشم امیر جون، چون دارم میرم استانبول. من و فاروق از هم جدا شدیم. دیگه همدیگه رو نمیبینیم. میخواد با مامانم عروسی کنه، واسه همین تو باهاش قهر کردی؟ من میرم تا شما با هم تنها باشین. یعنی فاروقو میبخشه؟ امیر بچه یه مهربونیه، فاروقم بابای خیلی خوبیه. میبخشتش. منم وقتی این جریان فهمیدم حال عجیبی داشتم، هم شوکه شدم و هم عصبانی. خیلی ناراحت شدم. ولی میدونی اون لحظه چه حسی داشتم؟ از ته دل خوشحال بودم. خیلی خوشحال بودم امیر. یه چیزی از درونم یهو پر کشید و رفت، مثل یه پرواز. خیلی دلم میخواست یه بچه داشته باشم. حالا دیگه من یه بابا شدم و یه پسر دارم. مطمئن باش از روزی که فهمیدم تو پسر منی، هر لحظه خدا رو شکر کردم. از دست مامانم عصبانی نشدی؟ عصبانی شدم، مگه میشه عصبانی نشم؟ خیلی عصبانی بودم از اینکه بهم نگفت، از اینکه باعث شد من و تو از هم دور بمونیم. خیلی شاکی بود. هنوزم یه خورده عصبانیم. یعنی سعی میکنم که درکش کنم. سعی میکنم دلیل این کاراشو درک بکنم. اینکه یه نفر رو نبخشی و ازش ناراحت باشی کار راحتی امیر. بخشیدن سخته، درک کردن آدما سخته. ولی در نهایت اونایی که درک میکنن برندن. همیشه از مامانم میپرسیدم چرا بابام نمیاد. دیوید هیچ وقت نمی اومد. خیلی ناراحت می شدم. دلم می خواست یه بابا داشته باشم. ولی بابای من هیچ وقت پیشم نبود. همیشه فکر می کردم چرا بابای من مثل بقیه باباها منو دوست نداره. کاش بدونی چقدر دلم میخواست تو هر نفسی که میکشی کنارت باشم. خیلی دلم میخواست وقتی خوابت میگیره تو بغلم آروم بخوابی. دستتو بگیرم وقتی زمین میخوری بیام بلندت کنم و بگم نترس من کنارتم. از این به بعد همیشه کنارت هستم و ولت نمیکنم. دوتایی ماشین زمانو درست میکنم. همه اون سالایی که از دست دادیم و دوباره برمیگردونیم. دوتایی با هم کلی راه پیدا میکنیم برای اینکه حالمون خوب بشه. کلی راه پیدا میکنیم برای اینکه هر روز به همون خوش بگذره. امیر پسر من، دیگه نمیخوام بدون تو زندگی کنم. حتی اگه منو نبخشی، حتی اگه در و برون باز نکنی، من بازم دوست دارم پسرم، میفهمی؟ بازم کنارتم. حالا میتونم بغلت کنم.